خانم ها، آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. بیمار هستم، به شدت سرفه میکنم عمیانان گرامی، ولی با وجود این حیفم آمد در برنامه امشب شرکت نکنم. اگر چنانچه در این برنامه سرفه کردم و باعث ناراحتی شما شدم، صمیمانه معذرت خواهی میکنم. امروز یکی از معروفترین زنان اروپا، خانم مارگارت تاچر، در سن 87 سالگی بعد از بیماری آلزایمر، چندین ساله آلزایمر، درگذشت. شوهر او چندی قبل در سن 88 سالگی درگذشت و اون زمان خانم مارگارت تاچر هنوز به بیماری آلزایمر گرفتار نشده بود و در مرگ شوهرش گفت: همیشه سیاستمداران تنها هستند، به خصوص کسانی که سمت رهبری یک حزب و رهبری یک مملکت رو دارن، در خیلی جاها به تنهایی تصمیم میگیرن، هرچند که معتقد به مشورت و کار شورایی باشن. ولی من هیچ وقت تنها نبودم، برای اینکه دنیس، شوهرم، همواره با من بود. خانم مارگارت تاچر از اون زنان قدی بود، میتونم این لغت رو براش بذارم، که در کار سیاست بسیار خودرأی بود و همین خودرأی و دیکتاتوری در تصمیماتش و عقب نشستن از تصمیماتش سبب شد که بعد از 11 سال همحزبیای او بر علیه شورش کردند و او رو از نخست وزیری و رهبری حزب خلع کردند. از کارهایی که خانم تاچر کرد و باعث تعجب حتی همحزبیای خودش شد، یکی پشتیبانی از حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. در ظاهر اون حکومت رو نفی میکرد، ولی در هیچ کدوم از تحریمایی که بر علیه آپارتاید، دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بود، شرکت نمیکرد. یکی دیگه از کارهای عجیب او طرفداری از آگوستو پینوشه، دیکتاتور خونریز شیلی بود، چرا که معتقد بود آقای پینوشه در مورد جزایر فاکلند که متعلق به آرژانتین بود، او رو پشتیبانی کرده بود. همه شما میدونید که ژنرال های آرژانتین که کودتا کرده بودن بر علیه دولت قانونی در این کشور، بعد از اینکه به بن‌بست رسیده بودن، مثل همه دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری، تصمیم گرفتن که در فاکلند جنگ را بندازن و افکار عمومی رو، توجهشون رو از جنایت که در داخل میکنن متوجه جنگ میهنی بکنن. ولی خانم تاچر با یک حمله برق‌آسای نظامی جزایر فاکلند رو گرفت، چندین کشتی آرژانتینی رو قطع کرد، تعداد بیشماری از سربازان آرژانتینی رو کشت و در این راه از دو تا حکومت شیلی و دولت ایالات متحده آمریکا در منطقه پشتیبانی شد، هم از طرف رونالد ریگن و هم از طرف آگوستینو پینوشه. آقای ریگان تقریبا در بسیاری از سیاست‌هایی که اعمال می‌کرد، نظراتش با خانم تاچر نزدیک بود و به همین دلیل روابط بسیار صمیمانه‌ای با هم داشتن. یکی از کارهایی که خانم تاچر در انگلستان کرد این بود که احزاب، سندیکاهای کارگری رو که قدرتمند بودن در انگلستان، بسیار اینا رو تضعیف کرد و ضعیف کرد و تقریبا از حیز انتفاع انداخت. یه زمانی بود که به خصوص کارگران معدن در انگلستان هر چند وقت یک باری اعتصاب میکردن و ضربات محکمی
به دولت ها میزدن، چه کارگر چه محافظه‌کار، البته بیشتر در محافظه‌کاران، چون سندیکا به طور کلی طرفدار حزب کارگر. خانم تاچر اولین کاری که کرد این بود که سندیکاهای بسیار قدیمی و قدرتمند رو در انگلستان به مبارزه طلبید و اونها رو تقریبا حذف کرد از صحنه و بعدم سیاست بازار آزاد رو تعقیب کرد. خانم تاچر فرزند یک بقال بود، شوهر پدرش یک بقال بود که وابسته به کلیسای پروتستان شهر خودشون بود. خانم تاچر میگه که من هرچی آموختم از پدرم بود و اگر در کارها بعضی وقتا رو کاری که میکردم بسیار اصرار میورزیدم که این کار درسته، این مربوط به روشی بود که پدر من در زندگی به من آموخته بود. او در سال در 13 اکتبر سال 1925 در شهر گراند هام در ناحیه لینکو لنشایر متولد شد و همونطور که عرض کردم پدرش یک بقال بود و مادرش خانه دار. فیلمی هست از بی بی سی همیهنانی گرامی در مورد نگاهی به زندگی سیاسی و سابقه بانوی آهنین بریتانیا. این نام بانوی آهنین هم مطبوعات اتحاد شوروی اون موقع به خانم مارگارت تاچر دادن. این فیلم رو خواهش میکنم ببینید و بعد بپردازیم به سایر مسائل. اون اولین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا بود. پافشاری مارگارت تاچر بر عقایدش او را به بانوی آهنین مشهور کرده بود. یکی از پایه‌های سیاست خارجی او بر رابطه نزدیک آمریکا و بریتانیا استوار بود که نشأت گرفته از علاقه دو طرفه بین خانم تاچر و رئیس جمهور سابق آمریکا رونالد ریگان بود. وقتی او درباره موضوعی حرف می‌زد، نمی‌شد به او توجه نکرد و برای او احترام قائل نشد. اما خانم تاچر فقط حرف نمی‌زد. او در سال 1982 میلادی ارتش بریتانیا را برای بازپس گرفتن جزیره فالکلند به جنگ آرژانتین فرستاد و نشان داد بانوی فولادی اگر نیاز باشد از زورآزمایی باکی ندارد. مارگارت تاچر علاوه بر متحدانش مورد احترام منتقدان و مخالفانش هم بود. یکی از این شخصیت‌ها میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق. مارگارت همتای فعالی برای ما بود. او زنی بود بر عقایدش استوار و برای تحقق عقایدش پافشاری میکرد و آن را هم مخفی نمیکرد. خانم تاچر وقتی در سال 1987 میلادی به اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر کرد، با استقبال گرم مردم آن کشور روبرو شد. دیدن یک رهبر زن برای مردم شوروی سابق بسیار جالب بود و این زن کسی بود که بدون ملاحظه آنجا علیه کمونیسم سخن گفت. مارگارت تاچر با حکومت کمونیست چین اما به شیوه دیگر معامله کرد. در سال 1984 میلادی بریتانیا قراردادی با چین امضا کرد که هنگ کنگ به سرزمین مادری از چین برگشت و بر اساس آن چین متعهد شد که به سیستم سرمایه‌داری و حقوق بشر در مستعمره 50 ساله بریتانیا احترام بگذارد. رابطه خانم تاچر با رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی باعث ناراحتی بسیاری از رهبران جهان بود. سیاست برخورد بسیار ملایم با آپارتاید باعث سردی رابطه بریتانیا با دول مشترک المنافع شد. اگه کشور علیه 48 کشوره، من برای آن 48 کشور متاسفم. رابطه نزدیک او با دیکتاتور سابق شیلی آگوستو پینشه نیز بسیاری از فعالان حقوق بشر را با او دشمن کرد. مارگارت تاچر با کشورهای اروپایی هم رابطه گرمی نداشت. او به رهبران اروپایی با سوء ظن نگاه می‌کرد و معتقد بود آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها می‌خواهند قاره اروپا را زیر نفوذ خود درآورند. از خصوصیات بارز او رک بودنش بود. او سیاستمدار بسیار خوبی نبود. هرچی که از فکرش میگذشت به زبون می آورد. او چیزایی گفت که بسیاری از مردان جرأت گفتنش رو نداشتن.
خانم تاچر یکی از معدود رهبرانی است که توسط بسیاری از دوستانش و مخالفانش به عنوان شخصی شناخته میشد که بر اصول و باورهایش ایستادگی میکرد و اصلا طرفدار سازش نبود. برای بسیاری این نقطه قوت و برای عده دیگر این از نقاط ضعف او بود، اما برای بریتانیایی ها او نخست وزیری بود که هیچگاه فراموش نخواهد شد. ژیار گل، بی بی سی. خب عمیان گرامی، این گزارش رو راجع به خانم مارگارت تاچر شنیدید، اما کار ما ببینید به کجا کشیده عمیان گرامی، که وقتی که زاینده رودی که زیبایی های 50% زیبایی های اصفهان به خاطر اون زاینده رود بود، رودی که دهه ها صده ها در این شهر زیبا روان بود و مردم دلخوش بودن که یک رودخانه پر آب از شهرشون میگذره، در کنار این رود مردم شادی میکردن، شادمانی میکردن، زندگی میکردن. حالا کار به اونجا رسیده که از این برهوتی که به میمنت و مبارکی بختک جمهوری اسلامی برای میهن ما در جای جای میهن ما به وجود اومده، مردم از شادمانی ببینید آب رو میبوسن و اظهار شادمانی میکنن که یک ذره آب زاینده رود باز شده، ریختن، عکس گرفتن، شادمانی میکنن، میرقصن، آواز میخونن. این آبی که جاری شده از دیروز تا حالا در زاینده رود روانه. همیشه در این فصل یعنی بهار، زاینده رود پر آب ترین، جز پر آب ترین رودهای ایران بود. تعجب نداره همیانان گرامی اگر ما ببینیم زاینده رود خوش شده، دریاچه رضایه خوش شده، تالاب‌های مهم میهنمون خوش شده. اینجا می‌بینید خانم‌ها رو آشغالا رو دارن توی زاینده رود جمع می‌کنن، این جوان‌های چه زن و چه مرد. و داشتم الان صحبت می‌کردم با دوستان، حتی بزرگترین رودخانه ایران کارون داره خوش میشه. اینی که آقایون میگن جمعیت ما میتونه تا 150 میلیون نفر باشه، این حکومت آخوندیه دیگه، حکومتی که مطلقا فکر نمی کنه در یک کشور کم آبی مثل ایران چگونه باید آب این همه انسان 150 میلیون نفر رو تأمین کرد. در دنیایی که میگن یکی از مشکلات عظیم آیندهش کمبود آبه و جنگ های بسیاری به دلیل کمبود آب اتفاق خواهد افتاد، حالا در یک همچین کشوری که همیشه کم بود آب داشته، زمانی که حتی 30 میلیون داشته جمعیت کم بود آب داشته، حالا فکر کنید با 75 میلیون جمعیت و به قول مله ها که تا 150 میلیون نفر میگن ما جا داریم آب مردم زندگی کنن در ایران، و حالا چجوری آب امخوان تعمیر کنن با این رودخانه هایی که داره روز به روز خوشتر خوشتر میشه، دریاچه هایی که داره خوش میشه، دریاهایی که آلوده و روز به روز آلودگیش بیشتر میشه، و این محیط زیستی که اینا به وجود آوردن. من نمیدونم وضعیت آینده مملکت ما و نسلهای آینده چگونه خواهد بود همینانی که. اما خب یه خبر خوش بهتون بدم، چون جمهوری آخوندی و روزخانها همیشه دلشون میخواد شما را از تعجب خشک بکنن، در جاتون خوش زده بشید. یادتون احمدی نژاد میگفت یه دختر بچه 11 ساله تو آشپزخونه شون اورانیوم تغلیظ میکنه، همین احمدی نژاد گفت داره تغلیظ میکنه، اورانیوم تغلیظ میکنه، و من گفتم که به وزیر علوم که ایشون رو امکانات بهش بدن و بیشتر اورانیوم تغلیظ کنه، همین احمدی نژاد گفت. بعد چقدر از این اراجیف سر هم کرد این مردک، این پولی که خرج میکنی پول آقا امام زمانه، این پول برکت داره. بعد ببینید برکت پول آقا امام زمان ملت رو به کجا کشوندن اینا و اون روزخانه بزرگ تون بالا. اما خبرگزاری فارس، این خبری که میخوام از تعجب خشکتون بزنه الان اعلام میکنم، خبرگزاری فارس به نقل از علی رزاقی سرپرست مرکز هدایت راهبردی مخترعان
و مبتکران کشور از اختراع ماشین زمان در ایران خبر داده. آقای رزاقی به این خبرگزاری گفته ماشین زمان دستگاهی است که پیشبینی آینده را برای انسانها محقق می کند. تا اینجا رو گوش کردیم؟ بقیه. به گفته وی ماشین زمان دستگاهی به اندازه یک کیس کامپیوتر است که می تواند تمام اطلاعات افراد را برای 5 تا 8 سال آینده پیش بینی کند. الله اکبر، جلال خالق. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش کرده این دستگاه مشخصاتی نظیر سن ازدواج، تعداد فرزندان، تحصیلات، شغل، جنگ، بیماری و غیره را با 98% صحت و اطمینان بازگو می کند. رزاقی افسوده است این طرح نه کف بینی و نه فال است، بلکه بر پایه استنادات علمی و فیزیکی ساخته شده. البته علمی فیزیکی آخوندی ها، که امسال به سقف رسیده و نیاز بسیاری از جوامع امروز بشر را برطرف می کند. خوشتون اومد؟ هزینه ساخت این ماشین 400 تا 500 هزار تومان است. علی رزاقی اظهار کردی که این ماشین در جریان ناآرامی های سال گذشته بازار ارز مورد آزمایش قرار گرفته و بسیار قابل اطمینان است. یادتونه گفتش احمدی نژاد ما یک آدمی رو داریم که میاد باز ضریب 98% میگه که اینجا چه کانهایی موجود زیرش. که من در همون برنامه گفتم این ماهواره هایی که از بالا عکس میگیرن اونم با مطالعات علمی بسیار توانستن که معادن بزرگ رو در قاره های مختلف از طریق ماهواره عکس های ماهواره کشف کنن. حالا احمدی نژاد پارسال گفت ما یه نفر پیدا کردیم هست در نهاد ریاست جمهوری، میره زمین رو نگاه میکنه، علفا رو کنار میزنه، عیناً عین گفتشه، کنار میزنه، به شما میگه این زیر نفت، گاز، چه معدنیه. حالا اینا ماشین زمانه که در 8-9 سال آینده 5 تا 8 سال آینده رو برای شما پیش بینی میکنه و با ضریب 98%. اگه دروغ حناق بود چجوری گلوی این روزخانه ها و این عوان انصارشونی میگرفت همینان گرفت؟ باور کنید. حالا خدمت شما عرض کنم که آقای محمود نبویان والا این نبویان هم نیست اما حالا ما میخونیم، یکی از شاگردان اون آخوند مصباح یزدی گفته که اسفندیار رحیم شاهی انحراف داره. حالا نگفته انحراف از چه نوعش. و محمود احمدی نژاد نیز در بعضی از موارد تحت تأثیر این افکار فاسد و منحرف از اسلام قرار گرفته. حالا مهمترین چیزهایی که این آقای شاگرد مصباح یزدی بهش اشاره کرده ایناست که براتون میگم. اما یادتون باشه این مردک مصباح یزدی کسی بود که میگفت این از عجایب انقلاب اسلامیه که یک موجودی به اسم احمدی نژاد آمده و شده رئیس جمهور و این کمک آقا امام زمان بوده. و یکی از این آخوند گنده ها گنده بچه ها گفته بود که من خواب دیدم، یکی از دوستان تعریف میکرد گفت من خواب دیدم آقا امام زمان آمد و گفت یه شخصی هست به اسم آقای دکتر، امام زمان گفته دکتر احمدی نژاد، بریم به او رأی بدین. و میگفت من اصلا نمیشناختم آقای احمدی نژاد کیه. بعد از اینکه آقا امام زمان گفت دکتر احمدی نژاد، من رفتم پیش آیت الله بهجت، نمیدونم کدوم یکی از این آیت الگنده ها، و گفتم ببخشید احمدی نژاد کیه؟ گفتن همینی که شهر داره و میخواد خودش کاندید کرده برای ریاست جمهوری. و من گفتم که من آقا امام زمان خواب دیدم، به من گفتن به او رأی بده. میبینید همین رو. حالا همون آدم همین روزخانی به اسم مصباح یزدی که
هر موقع رئیس روزخانها میره خونش، این مردک میفته گندبک رو پاش، رو پای رئیس روزخانها، پای او رو میلیسته. ده ها فیلمش هست توی یوتیوب، بریم ببینید همین، که خامنه ای رفته خونه این مردک و این مردک ذلیل افتاده رو پای خامنه ای و پای او رو میلیسه. ما چی کنه؟ حالا این، حالا ببینید اون خودش چیه که این شاگردش در مورد احمدی نژاد و رحیم شاهی چه چیزایی گفته. اما دلایل این برای این که بگه احمدی نژاد فاسده، مشایی فاسده و احمدی نژاد منحرف، ایناست. فکر مشایی از اسلام و اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله زیادی دارد و به تعبیر من اندیشه‌های او از اندیشه‌های اسلامی منحرف است. متاسفانه آقای احمدی نژاد هم در بعضی از موارد تحت تأثیر این افکارات فاسد، افکارات و منحرف از اسلام است. اگر کسی قائل به پلورالیسم دینی باشد، چه اشکالی دارد چاوز را شهید بخواند؟ یعنی تبعیت از خداوند و رسول گرامی اسلام در نظر ایشان ضرورتی ندارد. میخواد بگه لیبراله. آقای احمدی نژاد، ما حق نداریم هر واژه‌ای را هر کجا دلمان خواست به کار ببریم، چون واژه‌ها بار معنایی دارند. اینا رو میگی ببینید چی میگن. علت انحراف داشتن مشایی از اندیشه های اسلام گرایش او به اومانیسم است. ببخشید، ایشان ناراحت میشود و داد میزند چرا به من میگویید اومانیست. آقای مشایی اومانیست و پلورالیست مشخصات و ویژگی های تخصصی دارد که تمام این ویژگی ها در سخنرانی های شما موج میزند. مشایی میگوید منطقی که بین انسان‌ها فرق بگذارد محکوم به شکست است، در حالی که قرآن بین انسان‌ها فرق می‌گذارد. ایشون میگه این که آقای مشایی میگوید انسان در دوره جدید از قدرت آفریدگاری بیشتری برخوردار بوده اشتباه محض است. پس آقای مهندس، اگر بشر امروز موفق به ساخت هواپیما می شود، کاری نمی کند جز مونتاژ کاری. آقای مشایی، چه کسی گفته تکنولوژی داله بر کمال است؟ اینجا رو گوش کنید. اصلا کمال انسان جز قرب الهی و تقرب به خدا هیچ چیز دیگری نیست. یعنی اختراعات چیه؟ یعنی اینا که این حرف رو می زنن، من دلم می خواد بپرسم پس این داروهایی که کشف شده، این پزشکایی که شماها رو میبرن بلافاصله انگلیس، آلمان معالجتو میکنه، چرا میریم پیش اونا؟ میگه چه کسی گفته تکنولوژی داله بر کمال است؟ دوباره میخونم، اصلا کمال انسان جز قرب الهی و تقرب به خدا هیچ چیز دیگری نیست. اگر اسلام باشد ایران حفظ میشود، اما اگر اسلام نباشد ایران هم حفظ نمی شود. نه تنها اعتبار ایران به اسلام است، بلکه همه چیز ما اعتبارش را از اسلام می گیرد. آقای مشایی، اعتبار ما به آقا امام رضا و حضرت سید الشهدا است، نه از ایران. شهید مطهری می فرماید کوروش آدم بی خودی بود و حتی استاد مطهری کوروش را فاسد می خواند. کوروش فاسد است چون بت پرستی را ترویج کرده است و بت پرستی عین فساد است چون بتلان است. این بهار گفتن ها مثل یاهو گفتن های علی اللهی های فاسد است. نمیچرخه تو دهنم. آقای احمدی نژاد بداند که مشایی هیچ ویژگی فرهنگی ندارد، بلکه تا دلتان بخواهد خرابکاری فرهنگی کرده است. شورای نگهبان باید مشایی را رد صلاحیت کند. حرفهای ضد اسلامی مشایی نمیتواند وی را مجری اسلام بکند. ما نمیتوانیم اجازه بدهیم کسی که انحراف از اسلام دارد مجری نظام اسلامی باشد. همینی میخواست بگه. بله، اما همینان گرامی، یادتونه که بسیاری از اوقات رئیس روزخانها مرتب تبلیغ میکرد که این بهار عربی یعنی چی؟
اینا موج اسلامیه که از اسلام ناب محمدی امام خمینی که انقلاب ایران صورت گرفت، اینا دارن از اونجا الهام میگیرن. تمام این کشورها گفتن نه آقا ما بهار عربی، گفت نه خیر شما نمیفهمید ما میفهمیم. حالا کار به اونجا رسیده که منزل کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو، کاردار نه، اون به اصطلاح مامور جمهوری اسلامی در قاهره رو ریختن، غارت کردن، نمیدونم سنگ پرتاب کردن، تا پلیس رسیده بسیار خراب کردن. اما از اونجایی که این دولت جمهوری اسلامی خودش ناقض قوانین بین المللی بوده، چه در مورد سفارت آمریکا، چه در مورد سفارت انگلیس، چه در مورد سفارت آلمان، دانمارک، ترکیه، عربستان سعودی، بنابراین هیچ کس به این اعتنا نمی‌کنه، به این حرفا. اما یه گزارش دارم براتون خیلی جالبه. یکی از همینا که به اصطلاح جزء همین آخونداست گفته که آخه چگونه است شما وقتی که براتون میخونم عیناً، عبدالله همین آیت العظما جوادی آملی گفته وقتی مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران به خاطر مرگ نایف بن عبدالعزیز ولیعت این کشور شیرینی توضیح میکنن، نباید انتظار داشت ریاض برای حجاج ایرانی فرش قرمز پهن کنند. میدونی جریان چی بوده؟ در مملکت ملوک و طوایفی ایران اینطوریه دیگه. نایف معاون به اصطلاح بن عبدالعزیز ولیعت عربستان سعودی فوت کرده، یکی از این لاتای حزب اللهی بلند شده آجیل و شیرینی برداشته، اینها نگاه کنید، رفته جلوی سفارت عربستان سعودی، مردمی که رد می شدن به میمنت و مبارکی مرگ عبدالعزیز نایف شیرینی تقسیم کرده. دیگه ببینید چی شده که این آیت الگنده آملی هم گفته آقا توقع داشتید بعد از اینکه این کارا رو ما کردیم، وقتی که حجاج ایرانی میرن به مکه براشون فرش قرمز پهن کنن. یه خبر دیگه براتون بدم همینانی گرام، دیروز یا همین امروز صبح یک هواپیمای معلوم نیست مال کدوم شرکت ایرانی رفته به کویت، بدون اینکه اجازه بدن درشو باز کنن هواپیما رو دوباره عودت دادن به تهران، گفتن شما مجوز ورود به کویت رو نداشتید و گفتن 24 ساعت قبل طبق قوانین بین‌المللی. قابل توجه آقای چی بود که حقا که میگفت من 60 هواپیما میبرم، طبق قوانین بین‌المللی 24 ساعت قبل از اینکه هر هواپیمایی وارد یک کشوری بشه یا از آسمان اون کشور عبور کنه باید گزارش کنه که من قصدم اینه که از اینجا عبور کنم و در فرودگاه بعدی مثلا فلان فرودگاه فرود بیام. اما همینان گرامی، این آقایون اصلاحاتی ها باز راه افتادن برای بزک کردن رژیم. این فیلم رو توجه کنید بهش، در مورد انتخابات که آقای خاتمی در شرکت داره، قمار حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری. نگاه کنید. قمار جذاب است، پر از رنگ و لعاب و آرزو پردازی است، سودایی در سر می پروراند که اغلب قمارباز را به صرافت ریسک می اندازد، ریسک ورود به بازی یا همه چیز. انتخابات آینده ایران برای اصلاح طلبان به یک قمار می ماند، قماری که هرچه بین چهره در نهایت چرخید روی یک چهره ایستاد. می خواهند هر طور شده با او پا به قمار انتخابات 10 هفته دیگر ایران بگذارند، محمد خاتمی. دست به کار هم شدند و با راه اندازی وبسایتی وارد بازی شدند، نامشان را گذاشتند ستاد آفتاب صبح امید. بیانیه پر از استعاره و تمثیل هم صادر کردند تا بگویند که می‌خواهند با کارت رئیس جمهور سابق ایران وارد بازی شوند، بیانیه که می‌گوید کماکان به اصلاح امیدوار است. آنها در بیانیه‌شان آورده‌اند آمده ایم تا امید را دوباره در همراهی با محمد خاتمی به یاد آوریم. اما خبرهایی می رسد که خود آقای خاتمی تمایلی به ورود عرصه انتخابات ندارد.
بزرگترین نشانه‌اش همین سکوت اوست، درست در روزهایی که در اردوگاه‌های دیگر سیاسی نامزدها کمابیش ورود خود را به عرصه اعلام کردند. آقای خاتمی می‌داند که اگر وارد میدان شود، مسائل بسیاری پیش پای اوست. حتی به فرض اینکه بتواند از صد شورای نگهبان بگذرد، در مواجهه با مردم او باید تکلیفش را با پرونده نیمه تمام انتخابات 4 سال پیش ایران مشخص کند. انتخاباتی که نه هنوز مسئول مرگ قربانیانش معرفی یا دادگاهی شدند و نه دو نامزد معترضش هنوز توانستند با بیرون آمدن از حصر بدون محاکمه به زندگی عادی برگردند. بسیاری از فعالان انتخابات گذشته هم که کماکان پشت میله ها زندانی هستند. رفع همه این موانع روزی به عنوان شرط اصلاح طلبان برای ورود به عرصه انتخابات بود و ورود در چنین شرایطی که هیچ کدام از آن خواسته‌ها برآورده نشده، انتخابات را برای اصلاح طلبان به یک قمار شبیه می‌کند. قماری که یک سویش باخت حیثیتی و بی‌آبرویی در مقابل مردم و سوی دیگرش بازگشت به قدرت و تلاش برای اصلاح امور است. خود اصلاح طلبان هم این را می‌دانند. علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از احزاب شاخص اصلاح طلب، با وبسایت کلمه در این باره گفتگو کرده. او گفته می‌دانیم که داریم ریسک می‌کنیم. مردم هم اگر تحلیل ما را بپذیرند، مثل ما حاضر خواهند شد ریسک بکنند. ریسکی که آقای شکوری راد از آن سخن می‌گوید، بحث سلامت انتخابات است. اینکه چه تضمینی وجود دارد که شرایط به گونه‌ای نشود که آنها پس از انتخابات باز هم به دنبال پس گرفتن آرایشان نشوند و در این صورت آیا محمد خاتمی توان رفتن راهی را که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رفتند خواهد داشت؟ امید اصلاح طلبان این است که اختلافات درونی حکومت دست بردن احتمالی در آرای صندوق‌ها را ناممکن یا دست کم سخت‌تر کند. اما منتقدان سؤال اساسی تری دارند، اینکه چطور ممکن است که حاکمیت که با دردسر و صرف هزینه بسیار اصلاح طلبان را کنار گذاشته، حالا به بازگشت آنها رضایت دهد؟ پناه فرهاد بهمن، BBC. این پاک کردن اصل مسئله است. همینه گرم، اینو قصد ندارن که اصلاحاتچی ها رو بیارن داخل حکومت. آقای روزخان بزرگ تاکتیکش اینه، آقای خاتمی رو صدا میکنه و این اصلاحاتچی های رنگ کن بهشون میگه شما دو راه دارید. راه اولتون اینه که بیاین بدون اینکه قصد براندازی داشته باشید، بیاین با ما همکاری کنید، چون قصد ضد انقلاب خارج نشین و داخله و دشمن این هستش که مردم در انتخابات شرکت نکنن. اگر شما همراهی کنید پس شما هم ضد انقلابی، یا باید بیان یا همه تون نابود میکنید. و اینا همشون همیانانی گرامی قصدشون براندازی نیست. اینا 8 سال او 8 سال رفسنجانی رژیم رو رنگ کردن و به مردم غالب کردن، بعد هم گفتن آقا ما کاری نبودیم. باز این احمدی نژاد دلغک، این مردک اومد یه خود مقاومت کرد، اونا که هیچ کاری نکرد. در هر صورت قرار دوباره بیان تنور رو داغ کنن. آقای خامنه‌ای که به احتمال خیلی قوی، من خدمتتون میگم، آقای قالیباف رو میاره سر کار، چون حداد و عادل که نداره، بعدم فامیلشه. آقای دکتر ولایتی هم این ستا خیلی مورد توجه، پرونده داره، هر کشوری بره یقش رو میگیرن. جزء جریان میکونوس هست، جزء جریان آرژانتین هست، مرکز یهودیانو که منفجر کردن، پای اونم در میون. به احتمال قوی آقای قالیباف رو میارن. حالا باز معلوم نیست، البته در اون مملکت گل و بلبل به قول خودشون شترگاه پرن که نمیشه پیش بینی کرد. گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش، همیهنان گرامی، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فریدی. این گزارش رو میخوندم دکتر دانش، که در اون گزارش نوشته بود که علمای افغان امروز گفتن که تا به حال ما پامونو وسط نذاشته بودیم در جریان افغانستان و در مورد طالبان و حکومت کرزای و ورود آمریکایی‌ها اینا، ولی از این به بعد تصمیم گرفتیم که در صحنه باشیم
ما مملکتمون مملکت اسلامی است، بنابراین کشتن همدیگه در اسلام اصلا چیز نداره، حالت خوشی نداره و حرامه، و ما اعلام میکنیم که جنگ حرامه و گفتن که این باعث میشه که اگر طالبان و بسیاری از مردم که از طالبان طرفداری میکنن به این حرفای ما گوش بکنن شاید جنگ تموم بشه در افغانستان. نظر شما رو خواستم. آقای فرجی، به نظر من باید واقعا خندید. شما میدونین که در زمان مجاهدین، موقعی که نجیب الله در سال 1992 سقوط کرد، در واقع همین آخوندها و همین ملا به رهبران گروه های مختلف مجاهدین بودن. در کابل فاجعه آفریدن بعد از سال 1992، در واقع جنگی را در کابل اینا به وجود آوردن، فراکسیون های مختلف مجاهدین که در رهبری اونها آخونده بودن، که بیش از 2.5 میلیون جمعیت کابل متواری شد از کابل، 10,000 نفر کشته شدن. و جالب اینه که پادشاه عربستان سعودی در موقع فهد بود، چندین بار این آخونده رو به عربستان سعودی به مکه دعوت کرد. اینا در مکه قسم خوردن چندین بار قسم خوردن که در واقع صلح بکنن و دیگه به جنگ ادامه ندن. و خب امروز نتیجهشو میبینیم. یعنی در واقع من باید با تجربیات دیگه از افغانستان دارم به این مطلبی که علمای مذهبی علمای اسلامی مطرح کردن واقعا باید خندید. خب دوستانش اینجا صحنه‌ای که می‌بینید صحنه‌ای بود که این آخوندها داشتن مردم رو موعظه می‌کردن که جنگ حرام. اما دیروز می‌دونید که در افغانستان 5 تا آمریکایی کشته شدن و در بمباران نیروهای هوایی آمریکا هم 11 کودک کشته شدن. اما بحث بر سر این، شما خودتون در افغانستان بودید می‌دونید. اولا که چند روز پیش من داشتم یه فیلمی رو می‌دیدم تو یوتیوب، اینا هم طالبان در افغانستان، هم در پاکستان و هم بسیار از فلسطینی‌ها، این بچه هایی رو که میگن انتحاری، این بچه های 10-12 ساله رو بهشون از این مواد انفجاری میبندن و به اینا میگن که شما میری اونجا همینطور بیشین، هیچ اتفاقی نمیفته، اگرم منفجر بشه تو سالم میمونی، چون تو ورد میخونن در گوشش، میگن به تو آزاری نمیرسه، بلکه به اونایی که اونجا اصلا دشمن های تو آزار میرسه، اونا رو منفجر میکنن طوره. بعد از دور این بچه ها رو منفجر میکنن، طوری که تو این برای اولین بار من تو این فیلم دیدم سر این بچه از تنش جدا شد و به طرز بسیار دلخراش که من واقعا حالت تعب پیدا کردم در دانش، سر بچه افتاد رو زمین. خب اینا این جنایت‌ها رو میکنن، یعنی شروع میکنن آدم کشی، بعد میرن خانواده ها رو سپر بلا میکنن برای خودشون، بعدم خب وقتی که بمباران میشه اونا میبینن که خب یک گروه مثلا فرض کنید طالبان هست بمباران میکنه. البته من هیچ این بمباران رو تایید نمیکنم، فقط دارم میگم که اینا این جنایت‌ها رو میکنن، چون شما خودتون شاهدید. بعدم زن و بچه‌ها و خانواده‌ها رو سفر بلا میکنن، میان پشت اینا قایم میشن، تا اون که تو مساجد هم این کارا رو میکنن، در کربلا، در نجف، در عراق هم این کارا رو میکنن. این چیه جریانش؟ ببینید در رابطه با آدمکشی طالبان و رادیکال‌های اسلامی در واقع شکی نیست، یعنی اونها هیچ ارزشی برای جان انسان قائل نیستن. شما همین امروز موقعی که مشخص شد در دمشق بمب دیگری منفجر شده، در مرکز دمشق، یعنی مرکز تجارت دمشق، بازار دمشق، و 15 نفر کشته شدن، و در اواخر ماه فوریه بمبی منفجر شد اونم در مرکز در واقع دمشق و بیش از 100 نفر و عده زیادی اطفال کشته شدن، من باید به شما بگم که در این مورد شکی نیست که در واقع از اطفال به عنوان اهرم ها استفاده میشه برای اهداف سیاسی. خب خمینی هم این کارو میکرد، هزارها و ده ها هزار کودک ایرانی رومین ها رفتن اگه یادتون باشه و کشته شدن برای اهداف جنگی و سیاسی آقای خمینی و رضایت اسلامی آقای خمینی. در این مورد شکی نیست. ولی اون چیزی که بسیار به نظر من اهمیت داره، ناتو و آیس آف در سال 2012 در واقع قدغن کرده بودن که دیگه به خانه هایی که حتی طالبان در اونجا موضع گیری میکنن از اونجا بمبارون بشه، یعنی در واقع خود ناتو اینو قبول کرده بوده. و خب میدونیم تا به حال چندین بار توسط بمباران عده زیادی کشته شدن، عده زیادی غیر نظامی کشته شده. در 2-3 سال پیش در هرات بیش از 90 نفر در یک جشن عروسی در رابطه با بمبارانی که آمریکایی‌ها کردن کشته شدن. در سال 2007 در شمال افغانستان در کندوز در اثر حملات هواپیمای آمریکایی 197 نفر بیگناه کشته شدن. و خب چندین بار تا به حال اطفال زیادی کشته شدن. و حتی اگه بیادتون باشه آقای کرزای چند مدت پیش دستور داد که دیگه نیروهای
افغانی اجازه ندارن از نیروهای هوایی آمریکا خواهش بکنن که بمبارون بکنن. حالا این بحث اینجا اینه ده. که میگن آیا یک کمیسیون تعیین شده که آیا کمیسیونش از طرف آیساف بوده و از طرف افغانستان، که این نیروهای خودی بودن که از درخواست کردن آمریکایی بیان بمباران کنن. خب ببینید نیروهای مشترک آمریکایی و افغانی در اون منطقه بله. فعالیت میکردن، در استان کنر بوده و در یک خانه یک کماندان طالبان اونجا موضع‌گیری کرده بوده و اینها از اونجایی که در جنگ زمینی پیروز نمیشن از نیروی هوایی آمریکا خواهش میکنن که بمباران بکنه و در اثر این بمباران 11 کودک حالا به چه طریقی آیا در واقع در اون خونه بودن یا خونه های اطراف بودن کشته میشن. مشکل اساسی چیز دیگریه، مشکل اساسی اینه که با این کشته شدن اطفال عده زیادی از مردم افغانستان به طرف طالبان میرن. در خود طالبان ممکنه ولی این مشکل اساسی است. اگه بیادتون باشه در سال 2008 تونی بلر صدر اعظم انگلستان چنین صحبت میکرد که دیگه طالبی نمونده، ما عده زیادی رو کشتیم، چند هزار نفر بوده، اونا رو هم از بین میبریم. امروز آقای دمسی فرمانده کل نیروهای آمریکا، یعنی رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا که دیروز و پیروز در افغانستان بوده، چنین میگه که طالبان قدرت دارن، در مناطق مختلف قدرت رو به دست خواهند داشت و تنها رایی که دولت افغانستان داره مصالحه بکنه، آشتی سیاسی بکنه و با اینا کنار بیاد. یعنی شما توجه بکنیم بعد از 12 سال متاسفانه این سیاست اشتباه و تنها سیاست نظامی گری باعث این شده که فرمانده کل نیروهای آمریکا چنین صحبتی رو میکنه، یعنی در واقع طالبان پیروز شدن، ما در جنگ شکست خوردیم. این مشکل اساسی است. مشکل اساسی اینه با اسوسییتد پرس صحبت کرده اینو امروز و مشکل اساسی اینه هر کشته ای که بیگناهی که کشته میشه متاسفانه باید جامعه قبیله ای افغانستان شناخت. در جامعه قبیله ای افغانستان با اینکه آمریکایی‌ها آمدن، زمان روس‌ها بودن و بعداً آمریکایی‌ها آمدن و سعی کردن در واقع این نظام قبیله‌ای را از بین ببرن، این نظام قبیله‌ای مونده و انتقام یک پرنسیپ اصلی این جامعه است و هر طفلی که کشته میشه یقین بدونی عده زیادی به طرف طالبان خواهد رفت و این مشکل اساسی است. به نظر من به این مطلب باید اشاره کرد و به خاطر همین هم آیساف آمده بود، ممنوع کرده بود که در واقع خانه هایی که مردم زندگی میکنن ولو این که حتی در اونجا طالبان موضع گیری کردن بمبارون بشه و دوباره دیروز این اتفاق افتاده و 11 کودک کشته شده. دوره دانشمند یه دوستی دارم افغانیه که از آلمان با من گاهی وقتا تماس میگیره، اونم همین حرف شما رو تایید میکرد، میگفت هر پدر افغانی جز وظایفش اینو میدونه که وقتی که بچه‌شو میکشن میره به هر نیروی باشه میپیونده که مخالفن و تا انتقام بچه‌شو نگیره دست از فعالیت برمی‌داره. این یه چیز سنتیه. ببین یه چیز سنتی قبیله‌ای است. این سنتی است که در واقع به این ترتیب توجه بکنید. مثلا در داخل خانواده قتلی انجام میشه و اون قاتل در واقع موفق میشه فرار بکنه و متواری میشه و در واقع افراد مقتول نمیتونن اون رو پیدا بکنن. این افراد مقتول این حق دارن طبق سنن در واقع قبیله افغانستان حتی تا 40 سال آینده 50 سال آینده در این خانواده یکی از فرد خانواده قاتل رو بکشن، از بین ببرن. یعنی این در واقع انتقام خونی که در این قبیله جا افتاده انتقامی است که در نسل‌های آینده هم میتونه اتفاق بیفته. و جالب این که در خانواده کرزای در 30 سال پیش در پیشاور یکی از عموهای کرزای در یک خانواده کشته میشه، بعد از 30 سال انتقام خونی گرفته میشه، یکی از خانواده مقتول یکی از پسرای عموی کرزا رو در سال پیش به قتل میرسونه. یعنی در واقع این انتقامی که وجود داره در جنوب ایران هم همطوره. ببینید در نه تنها در جنوب، در خیلی از استانهای ایران هم اینطوری دانش به خصوص در میون عشایر ایران و برای اینکه این کینه قبیله از بین بره میان از این طرف یه دختر میدن به کاملن. یه پسر اون بعد و بعد آشتی برقرار میشه و یعنی انتقام جویی همینطور ادامه میکنه پیدا میکنه تو نسل‌های متوالی. من مواردی رو میدونم که در یک به طور مثال در شمال کشور شخصی بود به نام رسول پهلوان. این رسول پهلوان توسط در افغانستان توسط یکی از محافظینش کشته شد و اون خود محافظم در همون قتل رسول پهلوان اونو کشتنش. بعدها خانواده رسول پهلوان تمام خانواده مقتول رو سر به نیش کردن،
یعنی در حدود 20-30 نفر از خانواده مقتول رو نابود کردن، از بین بردن. یعنی در واقع اون انتقام خونی به این ترتیبه و به خاطر همین در واقع کشوری که کشور آمریکایی که وارد افغانستان شده باید این جامعه رو میشناختن، باید یک جامعه قبیله‌ای رو بشناسن و باید بدونن که در واقع بین پشتون‌ها، قبایل پشتون که طالبان بخشی از اونن، در واقع یک چنین مسائلی وجود داره و حتی پشتون‌هایی که با طالبان هم همکاری نکنن در کنار اونا قرار خواهند گرفت موقعی که 10-11 کودک بی‌گناه کشته میشه. بعدم دکتر دانش ببینید، افغانستان یک محک خیلی جالبی بوده برای این کشورها که حمله کردن، چه زمانی که انگلستان به اونجا حمله کرد، چه زمانی که شوروی بهش حمله کرد و چه حالا که آمریکا و متحدینش اونجاست. واقعا باید پنج درست مثل اتحاد شوروی میمونه دیگه. ناپلئون حمله کرد اونجا، تو اون سرمای کشنده سیبری شکست خورد، بعد هیتلر حمله کرد همون اینجا همینه دیگه. شما میبینید که افغانا نمیتونن آرام بشینن وقتی که میبینن یه خارجی اومده تو مملکتشون. حالا چقدر تو سرکول همدیگه زدن، چقدر کشتار کردن از همدیگه که شما بیشتر از همه واردی، ولی در این حال وقتی که یک خارجی هم میاد، درسته اون اول تمایل پیدا میکنن که بله ما طالب اینی هستیم که جنگ از بین بره، ولی در نهایت ببینید که این باطلاقی که باز شده، یعنی طالبانی که شکست خورد فرار کرد، حالا دوباره نصف افغانستان در دست. 12 سال بعد از جنگ افغانستان، بعد از ورود آمریکایی، اگه بخوایم نتیجه بگیریم باید به این ترتیب نتیجه بگیریم که بعد از 12 سال یک سازمان امنیت بسیار مخوفی به وجود آمده در افغانستان که شکنجه میکنه. خود آقای کرزایی اینو تایید کرد، شکنجه وحشتناک در زندان ها میکنه و شاید قادر باشه در مقابل طالبان ایستادگی بکنه، ولی از طرف دیگه تمام جنگسالاران سابق که در واقع اینا در کنار آمریکا قرار گرفتن، پول عظیمی به دست آوردن و سلاح‌های مدرن زیادی به دست آوردن، امروز دوباره قدرت رو در افغانستان دارن و در واقع در تجزیه افغانستان در آینده و در جنگ داخلی که به احتمال قوی بعد از 2014 به وجود خواهد آمد، اینها نقشی عظیمی رو بازی خواهند کرد. تا جایی که حتی نظامیان آمریکایی میگن که این جنگسالاران اون چیزی، یعنی میگه این جنایتکارا اون چیزی رو که می‌خواستن در زمان آمریکایی‌ها به دست آوردن، ثروت و سلاح‌های مدرن. و یکی از دیپلمات‌های آلمانی یا فکر می‌کنم فرانسوی بود این روزا گفته که ما ادعا می‌کنیم که پیروز شیم که بتونیم به راحتی سال 2014 از این کشور فرار بکنیم. یعنی لغت واژه فرار زده شده. ولی یه نفر برای من توضیح میداد، میگفتش که این که شما تو بحثتون با دکتر دانش شمس شب قبل این موضوع رو مطرح کردید که یکی از عللی که آمریکایی‌ها دارن با طالبان گفتگو میکنن که بتونن از طریق راه پاکستان به اصطلاح این همه اسلحه و نفراتشون رو ببرن، بلکه برعکس بشه، بلکه طالبان به این نتیجه برسه که اگر حمله کنه به نیروهای آمریکایی در زمان بازگشت، خب میتونه مقدار زیادی اسلحه و تانک و نفرات. البته این خیلی خوشبینه، البته خوشبینه. ببینید برای اینکه هواپیما رو همینطوری نمیذارن، همین خطرم در زمان مجاهدین شوروی احساس میکرد، ولی با مجاهدین کنار آمد. شوروی که در واقع بر علیه مجاهدین میجنگید و در واقع عده زیادی از مجاهدین رو کشته بود، در آخر جنگ موقعی که میخواست خارج بشه با مجاهدین به خصوص احمد شاه مسعود کنار آمدن و تونستن نیروهاشون رو خارج کنن. طالبان هم اونقدر احمق نیستن، طالبان میخوان دوباره قدرت رو به دست بیارن، طالبان خواهان حکومت هستن، نمیخوان آمریکا رو در اونجا برای مدت طولانی دوباره درگیر بکنن. هر حمله ای اگه اینا با هم کنار بیان و در واقع معامله بکنن، هر حمله برای آمریکا میتونه این خطر رو برای طالبان به وجود بیاره که موندن آمریکایی‌ها دوباره در اون محل برای مدت‌های طولانی ادامه پیدا بکنه. به خاطر این طالبان میخوان قدرت بگیرن، انحصار قدرت رو میخوان داشته باشن، حکومت رو میخوان، و به خاطر اینم به نظر من پشت پرده معامله خواهند کرد که آمریکایی‌ها به راحتی بتونن تمام ابزار جنگی خودشون رو از افغانستان خارج بکنن. تونا بتونن به راحتی اشغال کنن. الان زیاد فرصت ندین، 2 دقیقه فرصت ندین دشمن. می‌خواستم بحث جدیدی رو مطرح بکنم، اونم راجع به سفارایی نیروهای آمریکایی در منطقه دریای چین و این جریان کره شمالی و کره جنوبی و تهدیدهایی که کره شمالی کره جنوبی و ژاپن و آمریکا رو میکنه. یه بحث خیلی کلی است که من دارم خاطر خیلی این بحث طولانیه، بشینیم یه شب چهارشنبه شب، امیدوار هستم که فرصت پیش بیاد ما این بحث رو انجام بدیم که آیا فقط مسئله کره شمالی این وسط مطرحه یا مسئله چین و محاصره چین هم مطرحه. به هیچ ترتیب فقط مسئله، ببینید خطری که وجود داره خطر برخورد آینده چین و آمریکا. یعنی در واقع کره شمالی اقداماتی رو که انجام داده، حماقتی رو که داره میکنه، بزرگترین ضربه رو به حامی خودش چین داره میزنه. به خاطر چین امروز بسیار عصبانی، با عصبانیت در واقع به کره شمالی اخطار داده که شما اجازه ندارین چنین خطراتی رو به وجود بیارین. میدونین که در همین روزهای آخر هواپیماهای B2
گریز از پرواز آمریکایی به منطقه رفتن، هواپیماهای B-52 که میتونن بمبای اتمی بزنن به منطقه رفتن، هواپیماهای F-22 که مدرن ترین هواپیماهای به منطقه رفتن، تعداد زیاد کشتی نظامی به منطقه رفته و در واقع هم همونطور که میدونین یک سیاستی وجود داره در آمریکا. آقای اوباما هم در یه مدت پیش اینو مطرح کرد که در واقع اقیانوس آرام منطقه منافع ماست و دریای چین منطقه است که ما در اونجا منافع داریم. چین معتقده که دریای چین متعلق به چینه و هم اکنون ناوگان‌های آمریکایی و یک ناو هواپیمای آمریکا در اون دریای چین وجود داره. یعنی خطری که وجود داره مسئله کره شمالی نیست. بعدم گفتن آمریکا، چون فرصت نیست من حرفتون رو قطع می‌کنم دکتر دانش، ببخشید. آمریکایی هم گفتن برنامه‌های آینده ما اینی که از خاورمیانه بریم به طرف آسیای جنوب شرقی. و خطرم خطر برخورد آینده چین و آمریکا، نه خطری که کره شمالی با این سیاستی که امروز داره، سیاست بچگانه‌ای که داره بازی می‌کنه میتونه به وجود بره، بلکه خطر آینده است. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش، می‌بخشید حرفتون رو قطع کردم، ولی می‌ذاریم این بحث جالب رو برای روز چهارشنبه، چون خیلی مسئله مهمه اون منطقه و خطر یه جنگ واقعا به قول شما احمقانه که این بچه‌ای که رهبر کره شمالی داره راه میندازه هم به ضرر خودشه هم به ضرر چینه و هم به ضرر کل منطقه است. سپاسگزارم از شما دکتر دانش. خب عمیانان گرامی، به همینجا برنامه امشب ما به پایان رسید. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. خوشبختانه من سرفم نگرفت در حین اجرای برنامه. تا برنامه آینده، یعنی برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.